یکی از مفاهیم معروفی که در اناجیل ذکر شده مفهوم گمشدگی هست، مثل سکه گمشده، گوسفند گمشده، فرزند گمشده و کلن انسان گمشده. و در یکی از مثالهای معروفی که سرور ما عیسی مسیح میزنن، ایشون در رابطه با پسر گمشده مطلبی رو گفتن که دارای سه شخصیت محوری هست: پسر کوچک و پسر بزرگ و پدر. دو شخصیتش در واقع در یک موقعیت خوبی قرار ندارن. پسر کوچکتر عملا در یک دیار بعید گم شده، یعنی در جایگاهی که باید باشه نیست. پسر بزرگتر هم با اینکه از نظر فیزیکی در خانه است، اما هنوز در اون جایگاهی که باید باشه نیست. پس او هم به گونه دیگری گم شده است و در جایگاه خودش تشخیص نمیده که باید باشه. او کسی که پدر رو توبیخ میکنه، برادر کوچکتر رو اصلا قبول نداره. اما نکته مهم، عاملیه که پیوند این خانواده رو نگه میداره و اون پدر است. کسی که در جایگاه پدری چهارچوب این خانواده رو حفظ میکنه و با بعضی ناسازگاری های فرزندان میسازه، اونها رو کمک میکنه تا خانواده در جایگاه صحیح خودش قرار بگیره. حالا تصور کنید در میانه اگر پدر گم شده بود چه اتفاقی میافتاد؟ نه امیدی برای برادر کوچکتر بود و نه اصلاحی برای برادر بزرگتر. ممکن بود برادر کوچکتر برگرده، ولی همون چیزی که خودش توقع داشت رخ میداد، مثل یک نوکر نمانند یک فرزند و از خوراک خوک ها باید میخورد. و قطعا برادر بزرگترم هیچ وقت جایگاه صحیح خودش رو پیدا نمی‌کنه. خانه ما امروز خانه خداست و ما اعضای خانواده خداوند. در این خانه همیشه امکان گم شدن پسرهای کوچک هست و همیشه امکان داره که برادران بزرگتر، پسران بزرگتری که در منزل هستن، متاسفانه شاید جایگاه واقعی خود رو پیدا نکرده و نمی کنن. و راهکار واقعی کجاست؟ تنها در وجود پدری که در این خانواده میتونه این ارکان رو حفظ بکنه. پدری که در هر خانواده وقتی قلب پدری داشته باشه حتما شبانی هم میکنه، حتی در یک خانواده همخون با هم دیگه. پدری که به دنبال رفع نیازهای خانواده است، به دنبال حفاظت از خانواده است و کمک میکنه تا اعضای خانواده در جای خودشان به رشد و بلوغ برسن. اما یک سوال بزرگی که امروز ما در اجتماع مسیحیت فارسی زبان در تمام دنیا داریم این هست: آیا هر آن کسی که در آن جایگاه قرار داره قلب پدری نیز داره یا خیر؟ از 1978 در کشور ما هرچه تاریخ جلوتر رفت، فرزندان بیشتری برای خداوند متولد شدند. کودکان دائما در حال تولد هستند، کودکانی که احتیاج به توجهات پدر دارند. اگر این توجهات پدر نباشه، بچه کجا بزرگ میشه؟ در خانه که نیست، در کوچه و خیابان داره بزرگ میشه و هر روز رهگذری دستی بر سر گوشش میکشه و یک جور ازش استفاده میکنه. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در قبال این همه زاد و ولدی که از آن تاریخ به بعد حداقل در این مقطع تاریخی اتفاق افتاده، چه گروه‌های مسیحی و چه کلیساهای مسیحی دو گزینه بیشتر پیش روی خودشان نداشت. یک، خیلی فوری و سریع با هر چه که در امکانشان بود به داد این بچه‌ها برسن، درست مثل زمان جنگ که افراد متخصص و نیروهای ماهر پزشکی کمند و تعداد انگوش شماری پزشک جراح ماهر وجود داره. پس هر کس باید به داد دیگری برسه. گاهی اوقات کار پزشکی رو یک دامپزشک هم انجام میده، گاهی اوقات کار یک پزشک رو یک پرستار هم مجبور انجام بده، چون زخمی اونجا وجود داره، نیازی وجود داره. این یک روشه. روش دیگه روش تأمل کردن هست، صبر کردن و زمان دادن برای تربیت، آموزش و تأکید میکنم پرورش کسانی که بتونن در این میدان تأثیرات مفید داشته باشن. و طبعا این حرکت
بسیار کند و بدعی صورت خواهد داد و خیلی واضحه که خب با توجه به شرایطی که رخ داده در خیلی از موارد متاسفانه انتخابی به جز انتخاب اول اون هم از سر ناچاری نبود. اما در کنار تمام موفقیت ها برکات و شهادت ها که همش بلی و آمینه، یک نتیجه دیگر هم ظهور کرد و اون ظهور یک پدیده جدیدی بود به نام پدر گمش. البته خب بیان نقایص و ضعف ها و اشتباهات هیچ وقت خوشایند نیست، اما عدم توجه به آنها هم موجب نمیشه که اون نقایص هیچ وقت رفع بشن. منظور من از پدیده پدر گم شده قرار گرفتن عواملی است که آمادگی لازم، تربیت و پرورش لازم را نداشتند تا با غیر شبانی وارد خدمت شبانی بشن. کار یک شبان طبق مزمور 23 چقدر شباهت به کار یک پدر واقعی در خانواده داره. نیازهای خانواده رو رفع بکنه، از اعضای خانواده حمایت و مراقبت به عمل بیاره، هر کدام را به حسب توانایی و استعداد و امکاناتی که داره در مسیر صحیحی سوق بده تا به رشد واقعی برسن. پدری که حتی پس از رفتن فرزندانش باز مثل شخصیت پدر در مثال پسر گم شده هر روز پشت پنجره می نشینه و انتظار بازگشت پسرش رو داره. کاری که یک شبان حداقل همواره در دعا برای گم شدگان خانواده خودش می کنه. پدری که به فرزندانش یاد بده پشتیبان هم باشن، نه اون که روبروی هم قرار بگیرن. پدری که آموزش میده تا هر کدام از اعضای خانواده وظایف خودشون رو در جایگاه خودشون انجام بدن و تا جایی که در توان هست اعضای خانواده رو به سمت اهداف صحیح هدایت کنه. اما اون چه بیش از هر عامل دیگری در اینجا برای یک پدر متصور هست و دارای ارزش و اهمیت اینه، پدری که خودش الگو و نمونه آن چیزی است که به خانوادش آموزش میده. پدری که فقط حرف نمیزنه، فقط درس نمیده، فقط نصیحت نمیکنه، انسان نه بهر نان زیست میکنه، بلکه در عمل به اعضای خانوادش نشان میده چگونه امکان داره که انسانی مثل بقیه انسانها بتونه نه بهر نان فقط زیست. این عمل چیزی است فراتر از یک سخن و گفتار. پدری که دعا کردن و انتظار کشیدن برای خداوند رو در عمل به فرزندانش آموزش میده. یاد دارم سالها پیش مرحوم برده‌ها یک نصیحتی میکرد به ما و این رو میگفت. میگفت اگر در کلیسای خدمت میکنید که اعضای اون کلیسا حداقل برخی از اونها حداقل روزی یک بار، هفته یک بار روزه میگیرن، شما وظیفه دارید دو روز روزه بگیرید. اگر اونها دو روز روزه میگیرن شما سه روز روزه بگیرید، چون شما پیشرو به گله هستید، شما الگو و نمونه هستید، شما باید در عمل به اونها نشان بدید مسیر درست رو بر اساس تعالیم کلام خدا. آموزش های تئوری و کلامی خیلی خوبه، خیلی مفیده، اما خیلی اوقات فرزندان در خانواده نیاز دارن پدری رو ببینن که زانوانش خم شده و در عمل روی زانوان خیلی چیزها رو داره به دست میاره. یک مطلبی رو بهتون بگم که مربوط میشه به یک ملاقاتی مربوط به حدود دو ماه پیش. کشیش گرد آمده بود در شهر ما اتاوا و یک فرصت کوتاهی ما با هم داشتیم با چند نفر دیگه از برادران. یک جلسه کوچیکی بود، ایشون یک خاطره ای رو تعریف کرد از زندگی خانوادگی خودش و من دیدم چقدر میتونه مفید باشه. او میگفت ما در کودکی در خانواده اینطور بزرگ شدیم، پدر ما هر روز ما را جمع میکرد و همه اعضای خانواده باید دور هم جمع میشدیم، مینشستیم قسمتی از کلام خدا رو میخوندیم، با هم دیگه دعا میکردیم، اما روی زانوان، همه باید روی زانو میرفتیم و دعا میکردیم. و من یک لحظه فکر کردم اگر پدر میگفت زانو بزنید و دعا کنید اما خودش زانو نمیزد چی یاد میداد به بچه ها؟ نیاز امروز اجتماع مسیحیت فارسی زبان دنیا
نیاز به خادمین و شبانانی است که عملا انجیل رو زندگی میکنن. مگر امکان داره که پدری پدر باشه بعد وقتی اولادش در گرفتاری و ناراحتی و مشکله و باهاش تماس میگیره بهش بگه ببین امروز دوشنبه است، دوشنبه ها همه شبانان تعطیلن، روز استراحته، الان وقت ندارم، فردا بهم زنگ بزن. میگه میشه این پدر چنین کاری بکنه؟ پس قلب پدری کجا رفته؟ کدام پدری که پدر بودن براش یک شغله و براش زمان و ساعت تعریف شده؟ پولس در اول قرنتیان باب 4 آیه 15 میگه زیرا هرچند هزاران استاد در مسیح داشته باشید لیکن پدران بسیار ندارید، زیرا که من شما را در مسیح عیسی به انجیل تولید نمودم. در اول تسالونیکیان باب 2 آیه 11 میگه چنان که میدانید که هر یک از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری مینمودم. برای بعضی ها ممکنه این قسمت از کلام جای سوال باشه که چرا پولس به تیموتائوس میگه عمل مبشر را به جا بیار. در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 5 میگه تو در همه چیز هوشیار بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشر را به جا آور و خدمت خود را به کمال برسان. چون وقتی خودت فرزند تولید میکنی قدر فرزندت رو بیشتر خواهی دانست. اونها دیگه بچه همسایه نیستن که داری بزرگشون میکنی، خودت اونها رو تولید کردی، برای اونها بار در قلبت ایجاد شده. کسی درد زایمان رو نکشه نمیتونه مادر بودن رو درک بکنه. یاد یکی از قدیسین کلیسا افتادم که جولیان نورویچ میگفت، قدیسه کلیسای کاتولیک بود، میگفت برای خداوند ارزش مادر بودن رو نیز قائل بود و او رو دارای یک عشق مادری میدید در قبال خدمت خلقتش. البته احترام خادم خدا همواره باید در کلیسا حفظ بشه، اما احترام و شأن منزلتی که در جایگاه یک پدره، پدری که همیشه حریمش حفظ میشه، اما علق و علاقه و ارتباط بین خانواده و سر اون خانواده به پدر سر جای خودشه. چنان که عرض کردم اعضای خانواده از پدر در عمل یاد میگیرن نه در گفتار. بعضی پدرها در این دنیا هستن که به بچه هاشون میگن هرگز دروغ نگو، اگر دروغ بگی این میشه و اون میشه. بعد وقتی یک بار تلفن زنگ میزنه به فرزند میگن اگه فلانی بود بگو بابا خونه نیست. او چی یاد میگیره؟ اون چیزی رو که پدر گفت یا اون چیزی رو که پدر در عمل انجام داد؟ وقتی اعضای یک کلیسا از شبان و خادم خودشان بدگویی بشنوند، متلک و نیچه زبان بشنوند، چی یاد میگیرن؟ اون چیزی که اون موعظه میکنه یا اون چیزی که در عمل اجرا میکنه؟ جایگاه و موقعیت یک شبان در جایگاه و قلب یک پدر بسیار دارای اهمیت. مثل فرمان یک تریلی بزرگ میمونه. تریلی های بزرگ که راننده اون جلو نشسته فقط کافیه این فرمان رو یک ذره تکان بده و به چپ یا راست ببره، شاید کمتر از یک یا دو درجه، اما این حرکت رو باعث میشه که در انتهای تریلی، ته تریلی یک متر یا دو متر به چپ و راست بره. فرمان در دست شبانه، این فرمان رو چطور باید حرکت بده. چقدر مهمه انجام این خدمت در میان قوم خدا. اما اینجا سوالی هست که ما رو به چالش میکشند. از همون ابتدا که پیغام وارد دنیای ما شد، پیغام نجات بخش، طبق فرمایش خداوند ما عیسی مسیح، همواره حساد فراوان بوده و عمل کم. پس چی باید کرد؟ آیا به حسب نیاز میشه از هر چیز و هر کس و هر جایی برای این حساد استفاده کرد؟ اما در کنارش سوال مهم دیگری هم وجود داره و اون سوال اینه، آیا صرف دانش آموختن مفاهیم الهیاتی میتونه از یک انسان پدر بسازه؟ وقتی یک نفر به شاگردی یک گاراژ مکانیکی میره، اولین چیزی که بهش یاد میدن اینه که نوع آچارها و ابزارها رو بشناسه. ولی اگر کسی این آچارها رو یاد گرفت، یعنی اینکه میتونه بره یک موتور اتومبیل رو باز بکنه؟ قطعا نه. بدون کم و کاست آگاهی و دانش کتاب مقدسی و اطلاع از اصول و مبانی الهیات از واجبات خدمت در کلیساست، اما هرگز کافی نیست.
چرا امروز در بسیاری از ممالک خصوص در غرب ما با یک پدیده عجیبی روبرو هستیم؟ پدیده مسیحیان یک شنبه. روزهای یک شنبه مسیحی هستند. بقیه کجا؟ بقیه روزهای هفته کی؟ آیا علتش وجود رهبران یک شنبه نیست؟ الگوی هر خانواده پدر آن خانواده است. و فراموش نمی کنیم که همیشه اهداف اشتباه همراه خودش روش های اشتباه میاره. وقتی هدف فقط جمع کردن تعداد بیشتر در کلیسا باشه، پس به هر وسیله این کار انجام میشه و هدف فقط تمرکز در اون روزه. نتیجهش بروز مشکلات بسیاری است که متاسفانه امروز شاهد اون هستیم. اما بیاییم برگردیم به بحث اول. حالا که چنین جمع بزرگی هست و به سمت عیسی مسیح دارن میان، چه باید کرد؟ آیا از هر کسی که دم دست داریم استفاده کنیم؟ خب این روشی است که خواهی نخواهی داره اتفاق میفته. اما یک کار مهم میشه انجام داد. حداقل امروز بکاریم تا فردا درو کنیم. یعنی چیزی که امروز بسیاری از شما خادمین با ارزش خدا دارید انجام میدید. در کنار فعالیت‌های روحانی و خدمات روزمره‌تون، در عین حال در حال تربیت و آموزش نسلی هستید که بتونه در آینده در این حساب خدمات مفید داشته باشه. و این یک اصل غیر قابل انکاره که هرچه ما جلوتر میریم، توجه ما به امر پرورش در کنار آموزش لازم و بسیار واجب. چون همیشه الیشه ها نیاز دارن مدتی با ایلیاها قدم بزنن تا یاد بگیرن. تیموتائوس ها و برنابه ها نیاز دارن با همراه پولس در سفرهای بشارتی باشن و خدمت رو در عمل یاد بگیرن. خدمت عملی مفید رو تنها میشه از راه خدمت عملی مفید تحت نظارت آموخت. اما چطور با این همه چالشی که امروز ما در این دنیا باهاش روبرو هستیم؟ اولین چالش عدم آگاهی افکار عمومی فارسی زبانانه، به نحوی که به شدت تحت تاثیر هر نوع شعار دهان پرکنی قرار میگیرن. تو یه چیزی میشنون چقدر جالب، از یکی دیگه یه چیز دیگه میشنون میرن اون سمت. چالش دیگه سوء استفاده فرقه های منحرفیه که متاسفانه بدعت هایی هستن که برای دور کردن مردم از تعالیم صحیح با هدف کسب قدرت و منافع مالی دارن فعالیت میکنن. و چالش دیگه تأثیرات بجا مانده از فرهنگ های غلط ناشی از باورهای قبل از ایمانه که در میان این جمع باقی مانده. پس از یک سو ما با نیازهای جدی روبرو هستیم که پیش روی ماست و از سوی دیگه با این چالش ها هم برخورد میکنیم. پس چی باید کرد؟ به قول یک ضرب المثل چینی که میگه راههای چند هزار کیلومتری با قدم اول برداشته میشه، اون چیزی که من امروز میخوام به عنوان برادر کوچک خدمت شما عرض کنم اینه: اولین قدم اینه که بیاموزیم فعالان مسیحیت فارسی زبان میباید کنار هم قرار بگیرن، نه رو در روی هم. تا این اتفاق نیفته خیلی چیزها رخ نخواهد داد. تا زمانی که من خودم و فقط نگرش خودم رو قبول دارم و هر کسی که مطابق من فکر میکنه اون رو مسیحی و خادم میدانم، آش همین آش و کاسه همین کاسه. تا زمانی که من در این تفکر هستم که اگر قرار من رو در جایی دعوت کنن من باید در صدر بشینم، من باید بالاتری سخنگو باشم، از من باید مشورت بخوان، چیزی تغییر نخواهد کرد. تا زمانی که من در این تفکرم که اگر در جمعی قرار گرفتم از سایر فرقه ها و نگرش های مسیحی هر جور شده باید برتری باورهای خودم رو به اونا نشان بدم، باز چیزی تغییر نخواهد کرد. چطور میتونیم ما نسلی رو در آینده تربیت کنیم در حالی که با چالش های بزرگی مثل این امروز روبرو هستیم؟ حالا هی بیاییم دعا کنیم خدایا بیداری بده، خدایا قلبها رو لمس کن، اما آیا داریم کسانی رو که جوابگوی این حجم عظیم نیازها باشه؟ بدون تعارف در میان ما ایرانی ها مشکل بزرگی وجود داره و اون عدم فعالیت در کار گروهی. ما کار انفرادی رو خیلی دوست داریم، این طبیعت ما ایرانی هاست. بخوایم حالا بپذیریم نپذیریم یک واقعیت، شما به ورزش ما در ایرانی ها نگاه کنید، در تمام ورزش های انفرادی ما موفقیم،
تو کشتی موفقی، ولی چرا تو ورزش های دست جمعی اینقدر موفق نیستی؟ چون کار جمعیمون مشکل داره، چون همه میخوان گل بزنن تو فوتبال و هیچ کی دنبال این نیست که بابا تیم من باید برنده بشه نه من. و این مشکلی که واقعا وجود داره، تا زمانی که من خودم رو متعلق به این تیم ندونم و پیروزی رو مال این تیم ندونم، همین اتفاق همینطور ادامه پیدا میکنه، همه دنبال اینن که گل خودشون رو بزنن، در حالی که اگر کار تیمی صورت بگیره چقدر قشنگ میشه. تصور کنید در یک تیم فوتبال بدر خسرو یه پاس میده به من پاس میدم به کشیش کرامت، کشیش کرامت پاس میده به کشیش کامین، ایشون پاس میده به کشیش محسن، ایشون پاس میده به بدر اسماعیل و ایشون شوت میکنه توی دروازه. کی برده این وسط؟ این تیم برده، نه فقط یک نفر. اما آیا ما ایرانی ها به این حقیقت رسیدیم؟ ای کاش که میرسیدیم. ما یک چاره بزرگ فقط پیش رو داریم که باید به اون متمسک بشیم اگر میخواییم شرایط دگرگون بشه. پذیرش متقابل، همکاری و اتحاد، و جز این راه دیگری وجود ندارد. حداقل این به تعبیر این برادر کوچک. خیلی ممنون که توجه کردید.